نشست علمی روزانه آیت الله العظمى سید صادق حسینی شیرازی روز سه‌شنبه 18 رجب سال 1445 برگزار شد. در این نشست و همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمى شیرازی در رابطه با حکم تکرار سوره در نماز فرمودند: تکرار سوره در نماز فریضه جایز نیست، یعنی خواندن دو سوره در یک رکعت محل اشکال است، اما در نماز مستحب اشکال ندارد. معظم الله در ادامه فرمودند: خواندن قرآن، دعا و ذکر خدای عزوجل در هر جای نماز مبطل نیست. البته در برخی از روایات این مسئله نهی شده است که نهی در اینجا به معنای کراهت است. ایشان در رابطه با حکم خواندن دعا به زبان فارسی در قنوت فرمودند: برخی از فقها از جمله مرحوم شیخ صدوق و مرحوم صاحب جواهر بر این اعتقاد هستند که خواندن قنوت به زبان فارسی اشکال ندارد و حتی به هر زبان دیگری غیر از زبان عربی نیز میتوان در قنوت دعا خواند. البته برخی از فقها به این مسئله اشکال کردند و گفتند که اگر کسی میتواند به زبان عربی دعا بخواند، به زبان دیگری دعا نکند. با هم فرمایشات آیت الله العظمى شیرازی را ببینیم و بشنویم. بله. آقا در مورد اذان و اقامه روایتی داریم که دلالت بر وجوب کنه؟ در اقامه بعضی گفتن، از بعضی روایات هم استفاده شده، روایت داره کسی یادش رفت اقامه بگه، وارد نماز شد، تو نماز یادش اومد نماز قطع کنه اقامه بگه. بعضی از این روایت استفاده کردن که واجبه، اما خلاف مشهور بین فقها هست، واجب نیست. بعضی در غیر رباعیات یعنی از صبح و مغرب گفتن روایت به اصطلاح صریح و صحیح داریم به اصطلاح اقامه نه نه مشهور بین فقها اینه که اقامه مستحب مؤکده، نه اینکه واجبه. در مبارک عزتالی چه؟ در چی؟ اقامه مستحب، نه حتی عمدن آدم میتونه از اون اقامه نگه، حتی در صبح مغرب، حتی در صبح مغرب عروبه داره مثلا.